سریست اندر دل، اگر گویم زبان سوزم، وگر پنهان کنم ترسم که مغز استخوان سوزد. ها؟ اینو گفتم. اگه در هوایت بیقرارم، بیقرارم روز و شب، روز و شب را بیشمارم. حمزه، چته؟ اینا چیه؟ این چیه؟ چی کارا میکنی؟ ها؟ خب این خورما نیکی خانم، اینم پیرن مشکیه، اینم دفترچه شعرهای جانسوز آقا فاد به هم داده. چه گریه میکنی؟ خب این آقایی که داره میاد عزاداره، آدم میخواد بره چی استقبال، باید عزادار باشه، شعرهای جانسوز هم بخونه دیگه. ببین اینو ببین چی میگه. ای کاروان آهسته ران. ها؟ ران؟ ران یعنی کاروان، بران دیگه. آه کارام جانم میرود واند. وان همون؟ نه وان همون چیه؟ وان تو تو فارسی تو شعر و اینا میگن وان که ریتمش در بیاد. همین دیگه، وان داری که با خود داشتم. چرا الان تو داری اینا رو میخوای؟ من بفهمم تو کی؟ همین دیگه، این آقایی که عزاداره میخواد بیاد رسمه، میگن آدم میره اول گریه میکنه بعد بغلش میکنه. همزه برو بغلش کن، فقط بگو تسلیت میگم. چرا این کارا رو میکنی؟ چته؟ تو اصلا این آقایی که الان داره میاد دیدی؟ ندیدم ولی خودم. چه صمیمیتی الان داری که داری اینقدر خودکشی میکنی؟ من بفهمم اینو. ها کی اینایی الان تو؟ ها خودم رو جای اون میبینم که دارم به هم تصدیم. اینو ببین نیکی خانو میگه مرجان. چی؟ مرنجان دلم را که این مرغ وحشی. همین دیگه، یعنی مرنجان دلم را. مرجان کیه؟ چرا؟ نمیدونم چرا. خب من فکر میکنم بابای خودم مرده، همینطوری بودی. تو 2 سالت بوده بابات مرده، مگه یادت میاد؟ بابا سلام علیکم، دست نباش، تسلیت میگم من بهت. واقعا تسلیت میگم. خیلی سخته. میگه که از برگ درخت نگفتی بهش آقا فاد؟ نگفتنشو. قرار بود نگیم دیگه. من واقعا شرمنده، اصلا نمیدونم چه جوری باید بگم. باعث تاسف، ان شاءالله غم آخرتون باشه، ان شاءالله بقای عمر شما و بقیه خانواده باش. من چیزی نمیدونم. عمو مرد؟ نه. برو بالا. برو بالا. پسر خاله؟ ها؟ نه. برو بالا. برو بالا. مام بزرگم؟ نه. بیا پایین. من میگم میگه که یواش بیا دل آور، نمالی به بنز خاور. آقا فاد اینکه جانسوز نیستش که. چرا آقا جان، هفته پیش یه خانواده با ماشین رفتن همه زیر خاور، اگر منظره رو میدیدی میفهمیدی چقدر جانسوز همیشه. خیلی سخت نزدیک بهتون هستن دیگه. بگم دیگه میگه که چنان گریم، چنان گریم من امشب. همین خیلی اینجوریه. نه تو رو خدا آروم باشی، تو رو خدا آروم باشی، هول نکن. اصلا سخته، منم فهمیدم شوکه شدم، داشتم نوشابه میخوردم آقا فاد، نیم ساعت اینجوری موندم. نیم ساعت؟ آره اینجوری. ها پس چرا دست دست میکنی؟ بگین دیگه. خود گفتی نگو دیگه. نگو دیگه. بیشتر به خاطر رعایت حال خودتون بوده. کی رو فدم خدایا؟ بگو آقا. خب میگم انا ببین میگه بلو. که حمزه آروم بگی، هول میکنه. آروم شما کیو بیشتر از همه دوست بهت میگم داری. آروم بگو، واسه ناشنوایان که حرف نمیزنی که. ها پسر دایی؟ نه بالا. خانواده درجه یک نزدیک، خیلی حق دار. میگه که حق دار نکنه. آفرین، ای بالا دمت گرم. خناق گرفته بودم نگم بهش. بابا چه بودم سنگینه. پس وای حمزه، حمزه برو یه چیزی بیار به
برو یا به من بیا آقا تو رو خدا. ای خدا مهنگی خانم باباش بود کرد و سخت گوش میاد دیگه. ای خدا بیا آب قندم بده بخورن حالشون جا بیا فشارشون افتاده. بفرمایین دیگه دیگه تسلیت میگیم دیگه. اینجا مرگ حقه، اونجا من نمیدونم، خارج اونجا هم حقه. اینجا اونجا نداره که حقه دیگه. بابا شما آخری تو باشه من میدونم قبل از دستان پدر بابا چیری مان مرد دیگه. یواش بیا دل آور کی مان سه هفته پیش بود. سه هفته پیش؟ شایدم پایین تر دو هفته پیش. دو هفته پیش؟ دو هفتهش مرده دیگه. آقا من دو روز پیش با بابام صحبت کردم. دو روز پیش؟ نه اشتباه میکنی. آخه میدونین شما که تشریف نداشتین ایران، این مرحوم داوری مثل این که بیماری لاعلاجی گرفتن که خیلی سخت بوده. بابای من خوب بود، سالم بود، سر و مر و گنده. نه شما که تشریف نداشتین که ایشون آخریات همین دم آخری خیلی حالشون وخیم میشه. آقای داوری شما داغی بابات فوت کرده دیگه. آقا داوری هستم، هوشنگ داوری. داوری؟ من گفتم داوری؟ داوری تو گفتی رو مقوا بنویس دادوری، منم نوشتم دادوری. نه داوری عمو جان گفتم عمو گلچه رو نمیدونم ولی این حمزه به من گفت دادوری. منو بی خود قاطی مرگ پدر ایشون خدا رحمت کنه نکنی، در اصل فرقش یه داله دیگه. نه داوری عمو جان گفتم دادوری هستم، هوشنگ دادوری. هوشنگ دادوری. من معذرت میخوام یه چند لحظه، من الان بر میگردم خدمتون. داوری؟ آقا فا داوری؟ آره بابا دیگه گفتی داوری دیگه. داوری؟ عموشون شما گفتین آقای داوری یا داوری؟ خب بعد چیه داوری؟ یعنی اسم کوچیکش چیه؟ وای نه طوری نشده. نه من دوباره بهتون تلفن میزنم. نه نگران نباشی. نه خدا نگران. حمزه بیا. میگه خانم این پدر چه گریه میکنی؟ اشتباه آورده. عمو جان گفت بهرام داوری نه هوشنگ دادوری. هی بهت میگم به این فوت اعتماد نکن، این یه ذره گیجه، یه ذره که نه خیلی گیجه. بابا این خودش به خودش پنالتی میزنه هیچی. این دفعه من و تو هم پنالتی زده، آبرومون رفت. نه این راننده از پنالتی نمیزنه که. حمزه برو از این بپرس ببین کسی منتظرش هست یا نه. اگه هست که فوت اینو ببره بعد اون آقای بهرام داوری رو بیاره دیگه. اون بنده خدا اونجا منتظر ماست. چرا ضربو تقسیم میکنی؟ کاری که بهت گفتم رو بکن. نیکی خانم من تو الفندقل شمس القمر در باید برم. آقا من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم اونجا ما یه بار من چه دارم گریه میکنم؟ اونجا ما یه بار برام یه مسافر از خارج اومد، ما فکر این باباش مرده ولی باباش نمرده بود دیگه. ها بعد کل مکافات شد. بعد من زنگ زدم به شرطه، شرطه یعنی پلیس. اونا اومدن این که باباش نمرده بود و بردن، اون که باباش مرده بود و آوردن دیگه. ها ببخشید دیگه اشتباه شده، بابای شما نمرده دیگه. اشتباه شده؟ ها بابای منو کردی تو گور. با روح و روان من بازی کردی. ها منو تو مرز سکته رسوندی. بعدم میگی اشتباه شده؟ ها خب دیگه ببخشید دیگه، منم عزاداری کردم دیگه، خورما و اشعار سوزناک و مشکی و یادی. ها ببین من نوکرتم، اصلا تمومش کن خوبه. پاشو هماهنگ کن، یه ماشین بگیر منو برسونن فرودگاه، الان اونجا منتظرم. من بابا خواهد دیگه با. پاشو ای پاشو بابا آدم بینم بابا نمارد. ای بابا خدایا تکلیف من چی میشه؟ نه آفاد این مسافره که اشتباه آوردی، خب قبول داره دیگه، این درصد نداره دیگه. ها نه نداره، این اشتباه آوردی دیگه، اینو میبری الان فرودگاه اونجا منتظرشن دیگه باباشون دیگه. خب بعد اون مسافری که باید بیاری اونو میاری اینجا دیگه.
از کجا میدونه اون تو الان تو فرودگاه مونده باشه؟ نه اون باید بمونه دیگه، اصلا قرار اون مدیر قرار بود ما بریم اونو بیاریم اینجا دیگه، این تو قبل میافتی میاری اینجا دیگه. میدونی چقدر راه تا فرودگاه؟ نه خلوته دیگه، بری اومدی اینجوری دیگه. خیلی خوب، اسمشو بنویس روی کاغذ که رفتم اونجا گم نکنم پیداش کنم. رفت مگه ننوشته بودی دادوری؟ آره. خب نگفتی دیگه، گفتی یه دال زیاد داره دیگه، اونو بردار بنویس بهرام داوری دیگه. ببین حرف تو برای من سند نیست، پس فردا میگی گفتم احمد کاوری، نه من باوری جا این چیزا نیست. قشنگ بنویس با دستخط خودت سند داشته باشم. بنویس بیار. مستر، یه بار What is your name؟ نیم ما بهرام داوری. پلیز ریپیت. بهرام داوری. بهرام داوری. خدا رفتگانتونو بیا خود. همین دیگه، اهل خراسان؟ خراسان، نشابور. آقا من تسلیت میگم. ما چیز خوردم، هوای سرد خوردم. منظورش اینه که کل چی خورد؟ تیب نه، منظورش اینه سرما خوردم. سرما خوردی. آقا من تسلیت میگم دیگه، غم آخرتون باشه دیگه. اویام همینطور، آخر غمت باشه. تو کارت نباشه، داره درست میگه، هرچی گفت تو بگو. آف کورس آف کورس. قضیه هم چجوری میشه؟ همون دیگه، اون آقای دادوری که اشتباه بردی میشه یه رفت و برگشت فرودگاه دیگه. ببخشید، اون یک ساعتی که تابلو رو هم گرفتم دستم تو فرودگاه، یک ساعت هم حساب کردی تو فرودگاه اینجوری وایستادم؟ خب با اون 40 تومن دیگه. تسلیت 50 تومن. خیلی خب، یا برو بله من حساب میکنم. برو دیگه. خیلی خب من رفتم. مثل با عزتون بنده میرم ورک دارم یه مقداری. آی ام درایوینگ دیگه. درایور. من فقط مهندس شاعر میگه که You're coming جانم به قربانت، ولی this time چرا؟ What problem with this time؟ هرچی سلام میتونین خودتون دیگه. ما رفتیم. الان چیز دستون درد نکنه. Good night. Good night. ما در غم خودتون شریک بدونین دیگه. آیا همینطور؟ چی میگن؟ آخر غمت باشه. ها؟ خیلی سخته که میگن پیرت رفت اونور. نه اونور نرفته، اون دنیا رفته. او دنیا ما همال بی پیر هستی. ها؟ بی پیر مادر هستی. پدر بی پدر. نه یتیم. What؟ یتیم بی پدر مادر یتیم. چی میگه؟ میگه که یواش بیا دل آور، نمونی به مزه خوابر. یتیم مزه خوابر. بفرمایید که من تو پندقل شمس القمر ورزشکار بودم. من الان اوپن میکنم در رو با کلید. شما کنید. I need the music player. جیم نه بدن گوش میدم. ما گوش میدی میوزیک. میوزیک پلیر اول کاست. ما گوش میدیم. زبد صد میخوای اینو گوش بدی؟ I need. یتیم. بفرمایید. میوزیک پلیر آی دی. ضبط صوت بفرمایید. ضبطی. هم این کلید. اوکی. اند دن
فهمیدن دیگه ضبط صوت. ضبط صوت. I need. یتیم. Thanks. شایم 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 سرانگشتی زنم در را گشایم سرانگشتی زنم در را گشایم اگه همسایگان بیدار گردن اگه همسایگان بیدار گردن بگویم تشنیم پی آیم بگویم تشنیم پی چی کس گویم غم دل خدایا با چی کس گویم غم دل حدیث و ماجرای ما چطور بزن بابا نه مسافران turn off the lights سیاه باشی سیاه باشی سیاه پوشیدم الان منم میگم از سیاه لایت من سیاه باشی همه آن لامپ لامپ آها سیاه بهتری سیاه بهتری من بهترم آره تو بهتری بهرام سیاه بهتری چون سیاه دارم خیلی غم اومده روی ما آره میفهمم درکت اومده میکنم. روی ما درکت منم دو ساله بودم بابا مرد غم اینجوری اومد رو من آخ اشاره جان دلت میخواد مشت بزنی پنجره نه 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 نزن نزن مشت برشون اینجا میشین اینجا میشین آروم باش هم شیشه میشکنه هم دستت من مسافرا میان دیگه اینجا آروم باش من برات اشعار جانسوز میخونم تو گریه کن نه 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 گریه نه boys don't cry نه 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 گریه نه 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 فریاد بکشی نه فریاد نکش فریاد نکش بیا بیا آروم باش آروم باش آروم باش آروم باش آروم باشی آروم باشی باشی آروم خب من هم کنار تا صبح میشینم هم اشعار جانسوز میخوام تو گریه من کنار هستم دیگه نه 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 یواش بیاد بهتری تنها باشی ما من تنها هستم همیشه ما تنها باشی مدنی تو رفته باشی ما تنها باشی من تنها باشی ما تنها باشی من مو تنها باشی مو تنها فهمیدم فهمیدم دیگه فهمیدم یواش بیا دلاور نزنی به بنز خوابه یتیم بنز خوابه تنها باشی بهتره که داد بزنی تو خودت حمزه من اینجا بیا شما هم یاد باباتون افتادین نیکی خانم اصلا فکر این بنده خدا بیرون نمیاد من وقتی بابام فوت کرد سه شبانه روز نخوابید بعد اون موقع اصلا گریم نمیومد اینقدر شوک شده بودم گریه میکرد؟ نه این که اصلا گریه نمیکرد دیگه اینم یه جورایی شوک بود دیگه میگم نو کرای نو گریه نه بذار براتون اشعار جانسوز بخونم الان گریه کنی همزد یواش بیا دلاور نه مالی به بنز خوابر واقعا الان وقت این حرف هاست همزه برو گلگاب زبون دم کن یه لیوان ببر دم اتاقش باید گریه کنه یعنی باید خودشو تخلیه کنه منم دو ساله بودم که بابام واقعا چه وقت این حرف هاست دیگه خب
که صبح بخیر. بفرمایید. آقای گلشهر تشریف دارن؟ الان که نیستن ولی میان. شما؟ بنده مشرضا داوری هستم. آقای بهرام. کیه آقای بهرام داوری؟ پیر آقای بهرام. پدرش؟ بله. شما میگین پدر، ما میگیم پیر. بله، پیر آقای بهرام داوری. همون که مرده؟ چی داره میگه؟ مرده؟ دور از جون، 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 روونم لال بشه، گفته چو زبونتون گاز بگیری؟ چرا نمیگین قضیه چی شدم نصف جون نشین؟ امیش درازه دختر جان. آقای گلشن، اومد اومد؟ سلام آقای داوری، حال شما؟ سلام علیکم. حال شما خوبه؟ کی اومدید؟ همین الان با طیاره آمده. خیلی خوشم. سلام، حال شما؟ این دختر برارمه، ماشاءالله کلون رفته. خوشم. چرا با آدم نمیگین قضیه چه؟ من نصف جون شدم. بذار تا گفتم دیگه. قضیهش درازه. بعدم بهت میگم. بعد متوجه میشی. بفرمایید تو. بفرمایید خواهش میکنم. بیا دختر. ببخشید. یا الله. چی آقای داوری، مشرضا از دوستان قدیمی ما هست. همون که فرمودین فوت شدن؟ اینکه جان دیگه جدیش نکن. اما جان حالا این چی کلکی بود؟ حالا نمیشد دیگه اصلا اصل قضیه چی؟ قضیه ایه که این بچه ما آقا بهرام 10-12 ساله بود که مادرش عمرش داد به شما. دایش آمد این برداشی بچه رو برد به خارجه. اونجیم 10-12 سال طول کشید که تا برگش آمد اینجا. آمد اینجا این دختر برارمه که ماشالله تلفک دیگه علا کلون رفته برش شرنی خوردیم، نمزدش کردیم. رفت خارج که کاراشو بکنه برگرده که دست به دستش بدیم و عقدش بکنیم ببره خانهش. 1 سال طول کشید، 2 سال طول کشید، 3 سال طول کشید. چند سال طول کشید؟ 10 سالی شد. البته الان رفته تو 11 سال. 11 سال؟ 10-12 سال طول کشید. نیامد. ما هم بلا تکلیف. این تلفک هم همینطور تو خانه مونده. چیکار کنیم، چیکار نکنیم؟ اینم خواستگار داره ها. خواستگار کلوب. بله، دکتر، مهندس. نیامد که نیامد. ما هم دیدیم که نیامد، چیکار کنیم، چیکار نکنیم؟ با آقای گلشهر ما نقشه کشیده. این همون قضیه که ما یعنی مردیم، این هم انشاءالله برگرده ما. بفرمایید دیگه. دست درد نکنه. بفرمایید. دست درد. آقای گلشهر شما هم بفرمایید دیگه. دست درد نکنه. خیلی این پسر شما ها دیشب هار هی گریه کرد. چی داری میگی؟ زار از فوت ما گریه کرده. یه جورایی هی گریه میکرد دیگه. خیلی جانسوز بود براش، باباش مرده بود. من اشعار جانسوز میخوندم، اون هی گریه میکرد. میدونم هی گریه میکرد. خیال نمیکردم آقا برام اینقدر حساس باشه. حساسیتش به خودم رفته، نه به ننه. اینو میگفتش که بابام نباشه میخوام دنیا نباشه دیگه. نکنه اصلا نخوابید که. این اصلا نخوابید. همینجور بیدار بود، هی گریه میکرد. من اشعار جانسوز میخونم، هی گریه میکرد. خیلی حساس بود آقای گلشهر. من میفهمم دیگه، آدم باباش بمیره هی گریه میکنه. هی من 2 ساله بودم، هی بابام مرد گریه کردم. من اینو باید بگم دیگه. من تو الفندقل شمس القمر در امارات که مدیر داخلی بودم. حمزه جان. نه بعد بگم آقای گلشهر دیگه. اونجا ما برام یه مسافر اومده بود، باباش مرده بود. بعد نمرده بود، ما فکر کنم باباش مرده. بعد این کل مکافات شد. این همه جا باید بگی. بگم زنگ زدیم به شرطه. شرطه یعنی پلیس.
اونا اومدن گفتن که این باباش نمرده، بعد دیگه باباش آوردن که ما فهمیدیم. چی داره میگه بابا جان؟ مثل حسین کرد تو چپستری داره در تعریف کنه. چپستری که داره؟ چپستری مرده؟ کی بوده؟ حالا کجاست؟ بریم بیدارش کنیم. اینجوری که نمیشه، اگه یهوه که بریم تو اتاق شماره ببینه اصلا شوکه میشه. ما خودم هم همینجوری. اینجوری که آقا حمزه میگه اگه بریم یهو دم اتاقش بنده خود سکته میکنه. چیکار کنم خدایا؟ اصلا انگار رو دیده. حالا باید یه پول تیکی بزنیم. چی تیکی تیک؟ یه سیاستی به خرج بدیم. یه کاری بکنیم که اینجوری. آقای گلشه. چی را که چیکار میکنی هار هار و زار زار و اینا؟ میگم رسمه دیگه، هر کی باباش میمیره میگن هار هار زار زار گریه میکرد. چی باید میگفتم؟ میگفتم پسرتون از خارج اومد. گفتم تاریک باشی، سیاه باشی، گلگاو زبون نخورده، تخت خوابی؟ ببین، تو اول باید بری اوضاع رو بررسی کنی، بعد یواش یواش جوری که حالا خیلی هم شوکه نشه، خب بهش بگی که بابا تو دخترم نه اصلا باباشو ول کن، اون دیگه به صلاح خودت. ماشاءالله زار ماشاءالله تو این کار واردی استادی. خب ببین، من فقط برام مهمون دختر عمو است. خب تو باید بگی که فخری دختر عموت از شهرستان داره میاد تهران، باد کار داره. خب فهمیدی؟ آفرین حمزه آقا. من یا همینجا بله رو ازش میگیرم یا اصلا بره به درک. من تو الفندقل شمس‌القمر در امارات که مدیر داخلی بودم، اونجا ما یه بار یه دختر اومد و میخواست بله بگیری. باباشو دیگه هر جوری خودم صلاح میدونم دیگه، من استادم دیگه. بعد ما زنگ زدیم شرطه. شرطه یعنی پلیس. این باباشو دیگه هر جوری که خودم دیگه صلاح میدونم دیگه. بعد اونا یه بله آوردن، این دختر بله رو گرفت، باباشو دیگه هر جوری که خودم دیگه صلاح میدونم دیگه. همین دیگه. خب حالا تو فهمیدی من چی گفتم دیگه؟ من برم دیگه. این که نوه اولش نیست. Come in. هنزه هنزه کریزی. تنکس که دل مرا زنده نگه داشتی. تنکس. حالا چرا این اینطوریه؟ دیشب سیاه باشی خب، بعد یتیم باشی دیگه خب، الان راه را باشی از اینا باشی، یتیم نباشی دیگه. هنزه خستی دل ما شد نگه داشتی، غم دور انداختی. هنزه نش کافه سدام بشستی نشستی. هنزه پیر به چرا منظوری فوت رفتی؟ حمزه نه دیگه، این پیر منظور نداشت که فوت رفته. آقای گلشهر که من گفت پیر فوت رفته، من با خودم تو دلم گفتم که این پیر فوت بکن نیستش که. ما پرابلم نداری با مرگ پیر، چون مرگ حق تو. بهرام فرض میکنیم که میری پایین تو لابی، میری پیر سر و مر و گنده اونجا نشسته، چی میگی؟ نشستی چیزی نگفتی، رفتی سایکولوژیست روانشناسی، گفتی با دپرشن داری، پارانویا داری شدی. اما این هم بزنیم که فرض میکنیم میری پایین تو لابی، میریم پیر سر و مر و گنده داره با آقای گلشهر حرف میزنه، چیکار میکنی؟ مو دو چند تا اینجوری زدی که از ابهت بیرون شدیم. از ابهت بیرون شدیم. ابهت؟ ابهت بود آه ابهت. ها
کارت چی بیرون بری؟ بهرام، ای کوشن ای کوشن میخوای بابا زنده باشه؟ پیرم همو پیاری که داشتی پیش پیش؟ آره دیگه، هم پیار قبلی دیگه، پیار جدید که نمیتونم برات بیارم دیگه برای نه، ما از روح ترسیدی. اسکاتیش مثلا، یه مثلا اسکاتیش زر و مثل زب و مثل اسکاتیش گفتی گذشتی مرده ها راحت تو تابوت خوابیدی. ببین بهرام، ما یه زر مثل داریم میگیم که این شطوری که در هر خونه میخوابه، خب؟ ولی در خونه تو نخوابیده دیگه. نخوابیدی؟ شطور نخوابیدی؟ انده شطور چرا خوابید؟ نخوابیدی؟ چی؟ بهرام، یک کلام ختم کلام، بابا زنده است، اینو بفهم به همین سادگی. هنزه دوست خوب، خستی دل شاد، غم دور داشتی، دل شاد داشتی، غم دور داشتی، دوست خوب هنزه. غلطی کردم. تنکس. داره عشقم در میاد. بفهم. ما عشقیم در آمدی، در آوردی. آره، منم. نسکافه تو بخور. اوکی. من میرم. آها، اوکی. اینجور نشد، نشد، نشد. حمزه جان، دوباره رفتی قضیه رو اینقدر پیچوندیش که پسر گیت شد. نه دیگه، من همینجور راحت رفتم، گفتم بابات زنده است به همین سادگی دیگه. یه چیزایی گفت، فکر کرد من دارم دلداریش میدم دیگه. هر جور گفتم، ساده گفتم، تمثیلی گفتم، سمبولیکی گفتم، پولیتیکی گفتم، پولیتیکی؟ همون پولیتیکی گفتم، پولیتیکی؟ همون جوری گفتم، هر جوری لاجرمی گفتم، نفهمید من به این درخت و تاب و میز و اینا میگفتم، میفهمید اون نفهمید. نه نه نه. یعنی اصلا شوکه نشد، در مورد من حرف زدی خوشحال نشد، ناراحت نشد، هیچی؟ چرا یه جوری شد، من نفهمیدم، ولی نخ دندون داشت میکشید. نخ دندون؟ ای بابا، میبینی عمو؟ پسر باباش مرده، گرفته تخت خوابیده، صبحونش هم خورده، مسواکش هم زده، حالا داشته نخ دندون میکشیده. باورتون نمیشه، من بابام که فوت شد تا 40 روز آزگار نه خواب داشتم، نه خوراک داشتم، نه مسواک میزدم. البته نخ دندون کشیدن منافاتی با فوت پدر نداره. آره، همینه دیگه. من که 2 ساله بودم اصلا دندون نداشتم، میخوام مسواک بکشم دیگه. ببین دخترم، بچا این دور زمونه اینجوریان دیگه، کارش نمیشه بکنه، مخصوصا اینکه دیگه خارجم بوده. تو بذار به حساب روزگار. خب البته یه چیزی هم هست، آدم میتونه به 1000 نفر بره بگه که با کمال ناراحتی و تأسف پدر شما فوت شده، ولی نمیتونی بری به یکی بگی که ببین با کمال خوشحالی پدر تو فوت نشده. سخته. بله خب سخته. در شرایط فعلی فوت نشدن سخت‌تر از فوت شدن شده. همین دیگه. من نمیدونستم، شاید بابای منم فوت نشده دیگه. خب من حداقل برم با عموی صحبتی کنم، مشورتی کنم، شاید به نتیجه رسیدیم. با اجازه فعلا. بابا جان، اصلا باباشو ول کن، برو بگو که نام زده اینجا، به کار سختی نیست که. عمو جان، من اصلا میگم خود فخری بره در بزنه، خودش حرفاشون رو هم دیگه بزنه، هم دیگه رو ببینن. خب ما نمیدونیم که برا من دخترموشو مخواد یا نه، میترسیم بی احترامی بشه به دختره. البته بله، خب 10 سال گذشته، الان تو 11 ساله. حمزه جان، برو بگو که نام زده اینجا، فقط همین بگو نام زده اینجا. اگه گفتی یک تا مشت و لقم مجدگانیه، بسیار خوب پیش ما داری. میگم دیگه، چشم. بارکلا. ما با دل عشق نیومدی ایران، ما ندونستی دلش کجا هستی،
فخری خانم کجای دلش هستی؟ آ دلت الان اینجا نیست. نه نیستی. آ نیستی. گوشت که اینجاست. آ گوشش هستی، گوشش هستی. ببین این فخری خانم نامزدت الان اومده تو این هتل. اه فخری. آ بعد این دیگه قضیه روح بابات نیست که اینجوری با حل و پرونود بگیره دیگه. ها حالا چی میگی؟ چی میگی؟ نه دیگه من که چیزی نمید بگم دیگه. یو چی میگی؟ آه ما چی میگی؟ ما چی میگی؟ ما چی میگی؟ ما اگه فخری خانم ببینی که دست و پاهاش میری و فراموش میشی. آه فراموش میشی. دست و پاتو گم میکنی. گم میکنی. گم میکنی. گم گم. آره. حالا فکر کن که دست و پاتو گم نمیکنی. خیلی نگیسم. What? Relaxم. Relax. آه همین دیگه. I should be cool. Cool cool. همینه. حالا چی میگی؟ چی میگی؟ نه من که چیزی نهاد بگم که یو به اون چی میگی؟ ما میگی با ما میگی با ما با دل عشق نیومدی ایران، ما برای تو گور کردن پیار اومدی. این پیار زنده مده باید بکنی تو گور دیگه. باید بکنی وگرنه بو میدی. بو میگی اگه نکنی تو گور بو میدی. بکنی تو گور. آره حالا چی میگی؟ نه دیگه من چیزو نمیگم دیگه. پیارو بکنیم تو گور بعدا میم چیکار باید بکنیم. آقا بهرام اینقدر رفته تو فکر مردن باباش که مرده باباش دیگه نامزدی و دخترموش و اینا رو همه رو دیگه مهم نیست براش دیگه. حالا من یه پولیتیکی فکر کردم. این پولیتیک چی چیه؟ باید چه کار باید بکنه؟ پولیتیکی من فکر کردم این جنسو که باباشه ببریم جلوش تو اتاقش بعد ببینه باباشو دیگه، اون وقت بره سراغ دختر عموش ایناش دیگه. چرا انقدر پیچیدش میکنی آقا حمزه؟ کجا دختر جان کجا؟ یا من میرم بالا یا اون میاد پنگ، من یه سرش میکنم. بیاره دختر جان تو حاضری باش رو برو بری و من این همه را آمدوم چیکار کنم ها؟ آمدوم باش رو برو برم دیگه. خیلی خوب عصبانی نشو دیگه. حمزه جان برو بیارش پایین بریم تو حیات. بله برو برو بیارش بیارم پایین دیگه. برو ببین آقا حمزه نه اسم منو میاری نه باباشو، فقط بیارش پایین. هیچی نگو حمزه هیچی. برو دیگه برو برو دیگه. سلام. سلام. میبخشی چی کار داری؟ ما شما خوب خودتو زدی به نفهمی ها دور از جونت. آقا بهرام آدم ممکنه زبونش برگرده کلمه یادش بره اما هیچ وقت اسما یادش نمیره. فخر استادات فخری. فخر استادات چطوری؟ دیدی میشناسی از دور ما؟ فخر استادات خوبی؟ آفرین دیدی خودتو زدی به اون راه. آدم هیچ وقت اسم یادش نمیره، اونم اسم آدمی که از بچگی باهاش بزرگ شده که قرار بوده باش ازدواج کنه. ببین آقا بهرام اگه منو نمیخوای بگو نمیخوام. رو راست باور کن اگه بگی نمیخوام انقدرم از دستت ناراحت نمیشم. همین الانم برمیگردم شهرستان، هیچ دلگیری هم ندارم. اون روز که بابات داشت میفرستادت خارج این روزو میدید. گفتی بابام ما همش با خودش خودش ما با خودش دوام میکنیم. کلنجار داری که پیار ما خوشحال باشی از ما. یعنی بابات ازت راضی باشه، رضایت داشته باشه. رضایت باشی. ما فکر میکنی پیار خیلی ناراحت کردی. فهمیدی ما دلم داغ شدی. دلم آخه دلت میسوزه. پشیمونی که چرا انقدر بابا تو اذیت کردی. خب ببین بهرام ماهیو هر وقت از آب بگیری تازه است. ماهی بگیری چجوری تازه بگیری؟ تازه ماهی؟
نه نه ولش کن، ولش کن اصلا. ماهی بگیری تازه ولش کنی چی را؟ ای بابا ببین این که گفتم ضرب المثله. آه فهمیدی ضرب المثله. هنزم و ضرب المثل گفتی، تو گفتی ضرب المثله. ببین من تو بابا تو اذیت نکردی درست. من میگم حالا، حالا نه که حالا نه، مو بچه بودی اذیت. اه نه دو تو حرفم. مو نشستی مو ندویدی. خدا ببین منظورم اینه که الان که وقت داری میتونی به پدرت محبت کنی، اذیتاتو جبران کنی. جبران؟ آه نفهمی نفهمی، مو بچه بودی اذیت کردی باید جبران کردی. الان بابا مردی تو گوری. اه زبون تو گاز بگی. زبون؟ آه نه چرا زبونی گاز بگیری؟ وای اینم ضرب المثل، گاز نگیر. ضرب المثل چی؟ همه ضرب المثل بگی، ماهی تازه بگیری، گاز بگیری، شطور بخوابی. خب حرف زدی ضرب المثل میگی. ببین من خواستم یه ذره یه ذره حالیت کنم که تو آیکیو تعطیل، حالیت نمیشه. اگه ما به دروغ گفته باشیم چی؟ اگه بابات نمرده باشه چی؟ نه 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 نه، دروغ کار بد، کار بد، زشت. وا خب الان ناراحتی بابات نمرده باشه؟ نه نه نه، رفت نداشتی، ما گریه کردی بابا گفتی مردی. هنزه دیدی از ته دل گریه کردی. از چی گفتی؟ ها ها میخوای بگی صمیمانه؟ آره از صمیمانه گریه کردی. اگه بابا نمرده باشی که حیف. حیف واقعا حیف. حیف نون. نون؟ نون چرا نون؟ آقا جون بهت دروغ گفتیم، understand؟ بابات نمرده، زنده است، نمرده. بابا زنده؟ دروغ؟ مو کار داشتی، مو جنگل داشتی، حیوان داشتی، درخت بیو نو نو، حیوان کشته نو، درخت سبز نگه داشتی. گفتی بابا مردی، اومدی گریه کردی صمیمی دل. دروغ گفتی بابا نمردی، درخت دروغ نگفتی، حیوان دروغ نگفتی، مو کار بل کردی بابا نمردی. آخه نازی، حیوان داشتی، جنگل داشتی. ها من احمقو بگو که فکر کردم اگه بهت بگم از خوشحالی پس میافتی. پس که نیافتادی هیچی، تازه عصبانی هم شدی. بیا بزن. بیا بزن چی؟ مو کار داشتی بابا نمردی، مو رفتی جنگل نگه داشتی. به من چه؟ صلاح مملکت خیش خسروان داند. مملکت خسروان چی؟ کجا؟ سر قبر بابای من. آخ بابای تو مردی، سر خبر بد دادی، اشتباه دادی، بابا تو مردی. شایومر شایومر شایوم، شایومر شایومر شایوم، سرانگشتی زنم در راه شایوم، سرانگشتی زنم در راه شایوم. آی اگه همسایگان بیدار و گردن، اگه همسایگان بیدار و گردن، بگویم تشنیم پی او آیم، بگویم تشنیم پی او آیم. عزیز دردت به جونم، عزیز شیری زبونم، چقدر سنگین دلی نامهربونم، چقدر سنگین دلی نامهربونم.
شایی که منزلم کوی تو باشه. بسرو جیگرو نفس بابا بابا جان آقای گلشن این قبول کرد بابای زنده است، فقط یک کم پرابلم ها؟ چی گفتم؟ آه پرابلم داره. پرابلم یعنی چه؟ یعنی مشکل داره. خب عیب نداره، خب همه پرابلم داره. عمو جان من میگم اصلا چرا این دختر تفلک آوردن تو این هتل؟ خب اصلا آوردنش اینجا یه وقت سنگ رو یخشه چی؟ ببین آقای داوری دست پاچه شده که هر طوری شده همین جا بل رو از برام بگیره. میترسه کار بکشه به شهرستان و فک و فامیل اینو این کار انجام نشه. خب آخه من میگم 10-11 ساله. گلشن گلشن جان بدبخت شدم بیچاره شد. آبروم رفت آبروم رفت. چی تو شده؟ میدونی این بهرام جون و مرد میگه دختره رو نمیخوام. خب چه اشکال نداره، خب چه دست باشه عزیز من. این جوون هیچ گفتیم بابات مرده، دوباره گفتیم زنده. تو شوک عزیز من. شوک شیاریگه بابا جان، خود ناراحته. با فرصت بهش بدی، وقت بهش بدی، این حل میشه عزیز من. حل میره؟ آه حل میره. ما با نیکی میشینیم صحبت میکنیم، این فکر میکنیم اونم حلش میکنه. مینه فامیل چکار کنه؟ مینه فامیل حل میشه عزیز من. حل میره بچه نباش. مگه تو دلارین بدی چکار؟ ما نمیدونی دلش چی میگذری، دلش کجای دلشی، ما دلش چی؟ یعنی چی؟ یعنی چی چیو نمیتونی چی کار کنی با دل خودش؟ منظورش اینه که نمیدونه، یعنی تکلیفش با خودش معلوم نیست، یعنی نمیدونه با دلش چی کار کنه، این که واضحه که. خب نمیدونی با دلش چی کار کنی، دلش میپیچی از این استوری، you know؟ از استوری من؟ از استوری من دلت پیچ میخوره؟ نه بابا، از این ماجرا، از این داستان دیگه، از این کلیت این داستان به هم ریخته دیگه. یه قصه این... قصه پیچ میخوری، دلش میخوای گریه بریزی این نه اینجا نه این تو دلش گریه کنی داد بزنی، ما میخوای داد بزنی بری گمشی ها؟ تو بری گمشی، همه یعنی گمشی ها؟ اولا که گمشی فوشه، نباید بدی، زشته، داری حرف بد میزنی. دوما یعنی چی به این گمشی؟ نه قربونت برم، منظورش این نیست که بری گمشی، منظورش اینه که شماها برین که من تنها باشم، که بتونم با خودم فکر کنم، که با خودش کنار بیاد، یعنی که از من دور شین، منظورش اینه. آه اما ما گوشش میبندی که رکیک حرف بزنی. رکیک؟ ببین تو انگار یه چیزیت میشه ها، من اصلا از موقع تا حالا حرف زدم؟ تو خود داری یه بند فوش میدی همینجوری. نه ببینم رکیک یعنی چی؟ رکیک سفت، محکم، سفت. آها منظورش روکه، یعنی روک حرف تو بزنی، یعنی منظورش به توه که میگه با من روک حرف تو بگو. آره آها یه روک بگی، ما گوشم میبندی اگه روکی حرف بزنی، ما دلم پیدا کنی بری گمشی، همه بری گمشی، ما گمشی. این روک حرف تو بزن که بعد بریم، یعنی همه برن که این فکر کنه راجع به حرفای تو. بری گمشی، بری. تنکس. پوش بریم گمشی. بریم گمشی. بیبی عزیز من، دختر به این خوبی، با وجاهت، با کمالات، وفادار، نجیب، از همه چی تمومه، اینجا پیدا نمیشه، غافل نباش. این دختر
صد تا خواستگار داره. صد تا خواستگار میدونی یعنی چه؟ بالاخره حدی داره، هر چیزی حدی داره. اگر به یکی از اینا بله بگه من جدا میشه تمومش همه چی. بله رو میگه ها؟ ها نفهمیدی چی گفته؟ نه دیگه نمیفهمی چی میگم. نمیفهمی نه ما فهمیدی ولی تصمیم پیشش نیست. تصمیم پیشش یعنی چی؟ تصمیم پیشش ما نیست، فهمیدی؟ ها خیلی خوب. ببین میگردی خوب تصمیمت رو پیدا میکنی، هر جای تصمیمت رو پیدا میکنی ممی، تا فردا هم وقت داری جواب بدی، یا ها یا نه. ها یا نه، ها یا نه. اگه تو جای ما بودی چیکار کردی؟ من اگه جو تو بودم و سن و سال جوونی تو رو داشتم، تا دم در خونه همچین دختری کلاغ پر می‌رفتم. کلاغ پر؟ بله. تا بله ازش نمی‌گرفتم بازم کلاغ پر می‌رفتم. کلاغ پر چی هستش؟ حالا بیا حوضشو پر کن. کلاغ پر عزیز من، حالا بهت میگم. بهت میگم بیشین، بیشین رو زمین. من یادت میدم، بیشین. نه نه نه، اینجوری نه، بلنشو بلنشو بلنشو. آها بیشین، اینجوری بیشین. آفرین. حالا دست بگیر پشتو، پشت سرت. آفرین. حالا دنبال من بیا. کلخفه اصلا نمیشه بفهمی تو ذهنش چی میگذره. ای بچه بوده رفته، سالیان سال نبوده، حالا اومده. حالا نمیدونم، من که متوجه نشدم چی میخواد، ولی فکر کنم نمیخواد. نمیخواد که نخواد، منم نمیخوام. اصلا زور که نیست ها؟ من فکر کنم ما دیگه اصلا نمیتونیم با هم تفاهم داشته باشیم. این رفته اونجا تو این جنگلا با این ببر و خرس و اینا زندگی کرده، اصلا حرف زدن هم یادش رفته. دیدی چجوری حرف زنه؟ میایه نمیایه، چه میدونم قلبم چی چی چی، بریم گم بشین. یعنی چی آخه این طرز حرف زدنه؟ من که نمیتونم. حالا به این شوری هم که میگی نیست، ولی اصلا حیف تو نیست عمو جان. باید بهش میگفتی که تو بزرگترین شانس زندگی تو از دست دادی. آقا خواستی بیای توی اتاق؟ نه، تو اول باید بری با پیر دادی با اون صحبت کنی، بعدن موقع بیام پیش من با من صحبت کنین، کلی مراسم و بروبیا جریان داره. اوکی؟ نه نه من با دادی حرف نداری. ما خواستی بگی بله. بله بله که چی؟ با هنزه گفتی ما گفتی بله، که تو گفتی بله and then we will marry از ازدواج کردی. من sorry نه خیلی ممنون. تمام شد یا نه؟ مبارک، آی مبارک، آی مبارک، عروسی شما باشه مبارک.